جمعی از رؤسای اشایر و های سرشناس شهر مقدس سامر را طی حضور در مقر موکب الولا و الفدا والفتح از مواکب مرتبط به مرجعیت در کشور عراق با سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجع عآلیقد آیت الله ازما شیرازی دامزلو دیدار کردند در این ملاقات هیئت مذکور از نقش بزرگ و اساسی این موکب در بازگشایی جاده اصلی منتهی به مرقد متحر امامین عسکریین علیه ما سلام پس از فاجعه تخریب این حرم متحر توسط سنی تند تندرو تشکر و قدردانی کردند. سید عارف نصرالله نیز ضمن خوشامدگویی به میهمانان گفت موکب الولا و الفدا و الفت از نخستین مواکبی بود که پس از انفجار تروریستی وارد شهر مقدس سامرا و حرم متحر امامین عسکریین علیه ما سلام شد و این اقدام با وجود تمام موانعی که بر سر راه وجود داشت انجام گرفت او افزود آن روزها هرگز فراموش نمی شود زیرا حاکی از اراده والای موالیان و محبانی بود که در برابر تروریسم متحد شده بودند و فرصتی به تروریست ها ندادند و سرانجام این اتحاد منجر به باسازی دو مرقد متحر در سامر را شد مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت خطاب به میهمانان گفت شما باید در وفاداری به شهر خودتان کوشا باشید و روند بازسازی و تداوم آن را افزایش دهید و به منظور تقویت همکاری و محبت میان همگان به برادران خود در سایر استانهای عراق روی آورید زیرا تمام خاک عراق از شمال تا جنوب آن یک وطن است و همگان در مقدسات آن شریک هستند رؤسای اشایر و بزرگان شهر سامرا نیز از خدمات موکب الولا و الفدا و الفت به شهر مقدس سامرا و کمکهایی که این موکب در بازگشت زندگی عادی به شهر انجام داده ستایش و قدردانی کردند. کاروان زیارتی الولا و الفدا والفت و الفت وابسته به مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت در کربلای معلا چندین سال است که در عمل به فرمایشات مرجع عالی قد آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی مبنی بر تکریم روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهم السلام بزرگترین کاروان زیارتی شهر سامرا از کربلای معلا را در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان سازماندهی می کند